بر اثر گرمی حرارت هوای چند روز آخر قطعه های علایده راه ماشینگرد سمت دهه های دوردست وادی برتنگ تخریب شده، این عامل به حرکت معتدل نقلیات اوتوموبیلی مانع ایجاد نموده است. تا دو سال امین سطح آب نخیست، انا این سال ما دیدست دادم که آخرای مار موی مار یک بارش زیاد بود که امین چی به ما یک کمتر خلال رساند که خیر راه محکم نشد و یک شبان روز ممکن دو شبان روز امون ماشین های که سطح آب خیست و بعضی جای ها نه همه جا ها بعضی جای هایی که امکانیت داریم ما باید امون چیزها را چی کنیم برطرف کنیم که است امکانیت اونجا قوه آدمان امکانیت نیست. ما دو سه سال پیش آدمان را امونجا فرستادیم، امون چیز کردیم، لیکن از قوه آدمان اونجا در کار نمیشد و فقط تکنیک در کار. ما همه داریم که بعد دو سه روز امون رویی که امون سطح آب خیستگی است امون جا را تامین میکنیم و این پرابلم هم حل میشود. گفته میشود که راه ماشینگردی سمت این وادی دوردست ناحیه روشان همه ساله در فصل زمستان بر اثر ریزش زیاد برف و در تابستان هنگام بلند شدن سطح آب دریای برتنگ مسدود میشود. اخیرا رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف ضمن نشست خبری از وضع مشکل حرکت نقلیات اوتوموبیلی در سمت وادی برتنگ مخصوصا تاکید نمود. در مدت 3-5 سال همه راه های ولایت مختار کوهستان بدخشان را به استاندارد بین المللی تبدیل دادن غیر امکان است. هیچ امکان نیست. اگر مکسیموم ما توانیم در مدت 3-5 سال همین راه دروازه تا دروازه روشان ساختمان به اتمام رسند و او گویند که به سطح بین المللی قرار میگیرد. دیگر قسمت های راه روی راست میگن یک کار 10 ساله و 15 ساله ممکن از این هم زیادتر باشد. در مسئله راه برتنگ خود در شبکه اجتماعی خیلی نوار هستند که راه به برتنگ محکم است. این متاسفانه بار اول نیست. این سوالی که من در هم در حکومت و هم در فوند و خان کار میکردم بودن مبرده که راه برتنگ دو ماه تا سه ماه محکم میشد. زمستان قریب 4 ماه محکم میشد از سبب ترما. این سال با ما مویسر شد که راه را مکسیموم یک روز یا دو روز محکم می شد. دیگر روزا توانستیم که راه طرف برتنگ شده باشد. در تابستان وقتی که سالو پیش کار میکن در فون 600 هزار دلار از حساب فوند اوخان مبلغ جدا کرده شد و بعد از حساب حکومت جمهوری تاجیکستان 400 هزار سومانی برای تعمیر راه ها و ساختمان دو کوپلو دیگر با قریب 6 میلیون سومانی و نقشه گرفته شده است. قسمت این راه ها علاقه هم وسیع کرده. اونجا دو مشکلات بود. یکم خمگشتو زیاد بودن. ماشین های کلان بورکش که ما دولان میگیم طرف روشوف حرکت کردن نمی توانستن. بنابراین در یک جاگه بور رو سازان خریطه سازی کردیم. اما قسمت های تنگ اما قسمت های در زیر آب میموندن اونا رو وسیع کردیم و بلند برداشتیم. ولی متاسفانه کار رو با انجام رساندن نتوانستیم. اوزر بود مبلغ زیاده از 400 هزار سومانی دیگر باقی مونده است و اون قسمت هایی که امروز در زیر آب هستند یک بار دیگر اونا را از نظر گذراندن و بعد از پس شدن سطح آب او جا را تعمیم میکنیم. ولی روی برتنگ را به استاندارد بین المللی برآوردن هیچ امکان نداره در سالهای نزدیک. اوزر مشکلات اساسی ما است این روی خوروخ مرکز نوای روشقلعه روی خوروخ مرکز نوای اشکوشین که هر دو رو بسیار تعمیر طلب می باشند ولی متاسفانه هنوز منبع مبلغی برای همین راه ها نیافتستیم. بنابراین کار در این راه در ما سالهای دراز ادامه می آن. یک مشکلاتی که در شرایط کوهستان است در یک قسمت تاجیکستان هر مبلغی که پیدا می شد وای برای تعمیر و ساختمان راه صرف می شد. در ماه زمستان همین سال قریب 40-50 تن سوژور دیزلی صرف کردیم فقط توزیع کردن را از برف و از سیل. این معنی دارد که همین قدر مبلغ میگیریم و به دریا میپرتویم. بنابراین متاسفانه در مدت 3-5 سال در راه بدخشان به سطح بین المللی یا حتی سطح اودترین برآوردن غیر امکان است.
در همین حال گفته می شود که بخصوص در کیلومتر 34 راه ماشینگرد مرکز ناحیه و دهه جزیب وادی برتنگ تعمیر شده، کارهای برقرارسازی جاده های خراب شده نیز ادامه دارند. اطلاع داده شد که از سوی وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و مؤسسه نگهداری راه های اتومبیلگرد ناحیه روشان و ویژه برای در حالت خوب تکنیکی نگاه داشتن راه وادی برتنگ بیش از 12 تن مواد سوزشواری دیزلی کمک کرده شده است. طبق اطلاع مسئولین مقامات جای حکومت دولتی ناحیه روشان، با سپارش راهبر ولایت یادگار فیضی، فلکای تکنیکا و متخصصان راهسازی برای در حالت فعال قرار داشتن این جاده سفربر شدند. برای سر وقت برطرف نمودن منطقه های خطرزای راه ماشینگرد وادی برتنگ، اینچنین اگنتی آقاخان اوید به مکان زیست نیز جلب گردیده با تعمیر و وسیع‌کنی راه خراب شده مشغول می باشند.